سرخط گزارش های خبری در برنامه دری تلویزیون آشنا صدای امریکا. افزایش تعداد تلفات ناشی از زلزله مهلک در ایران و عراق. تازه ترین جزئیات از این رویداد ناگوار طبیعی را با شما شریک می سازیم. دیدار رئیس جمهور ترامپ با رئیس جمهور فیلیپین و شمار دیگر رهبران جهان. در ملاقات ترامپ و نریندرا مودی بر تقویت روابط میان هند و ایالات متحده تاکید صورت گرفت. و برگزاری سومین جشنواره گل زعفران در هرات. مقامات ولایت هرات میگویند حاضرند تا تجارب خود در قسمت کشت و تولید زعفران را با سایر ولایات شریک سازند. با تلویزیون آشنا صدای امریکا که همزمان از طریق فیسبوک نیز پخش می‌گردد خوش آمدید. احمد فاضلابی هستم. با برنامه امروز دوشنبه 22 عقرب سال 1396 شمسی از شهر واشنگتن دی سی. البته گزارش هایی از افغانستان نیز خواهیم داشت، اما برنامه را با خبر تکان دهنده وقوع زلزله در ایران و عراق آغاز می‌کنم. تلفات ناشی از زلزله که شب گذشته در نزدیکی سرحد میان ایران و عراق حدود 350 نفر در ایران و دست کم 6 تن در عراق رسیده و در حالی که تعداد زخمیان در هر دو کشور به بیش از 6000 تن افزایش یافته است. همکارم سعید عزیزالرحمن با جزئیات بیشتر گزارش‌هایی را در این مورد دنبال کرده و فعلا با ما در استودیو است. خب عزیز جان، چه سخنهای تازه‌ترین گزارش هایی که در این مورد دارین چیست؟ آقای لامی سلام با شما و سلام با بیننده های ما. باید بگویم که تعداد اگرچه گفته شده که در هر دو کشور به حدود 3500 نفر تایید شده، لیکن ایره هم گفتن که ممکنی تلفات افزایش پیدا کنه. در رابطه با موقعیت زلزله باید بگویم که مرکز شهر حلبجه در شرق عراق بود، لیکن خسارات بیشتر را کرمانشاه در غرب ایران متقبل شده. درجه یا شدت از این زلزله 7.3 درجه تایید شده و گفته که عمقش به 23.3 کیلومتر در داخل زمین میرسید که به گفته جیولوژیستان یا زمینشناسان یک عمق سطحی بوده و امی موضوع باعث شده که خسارات انگفت را در کرمانشاه بجا بگذارند. تلویزیون دولتی ایران خبر داده است که اکثریت قربانیان زلزله شب گذشته از باشندگان شهر سرپل زهاب در ولایت کرمانشاه می باشد. مسئول اداره مبارزه با حوادث طبیعی ایران شمار ابتدایی تلفات را چنین بیان کرد. آخرین اخباری رو که تا این لحظه به دست ما رسیده، تعداد 336 نفر متاسفانه در این زمین لرزه جان خودشون را از دست دادن و تعداد 3950 نفر هم مجروح شدند. تلاش برای نجات آسیب دیدگان همه شب جریان داشت. این زلزله خدمات برق و تلفن را در بسیاری از نقاط در ایران و عراق نیز قطع کرده است و سبب شده که تلاش های امداد رسانی را با مشکلات روبرو سازد. برم بیرون، بعد همون زلزله که ما مجلس خوردیم رفتم تو در، باعث شیشه بیاد پایین بریزه دستم پاره شه. دست بریده؟ بله. رفتم زیر دیوار. خراش رو سرم. با وجود آن که مرکز این زلزله در 31 کیلومتری شهر شرقی حلبجه در عراق مشخص شده، اما بر اساس گزارش ها تعداد تلفات کشته شدگان در آن کشور اندک می باشد. حیدر العبادی صدر اعظم عراق گفته است که او به تمامی ادارات صحی و امدادرسانی هدایت داده است که تا حد توان با آسیب دیدگان کمک کنند. صدر اعظم عراق با نشر یک پیام در توییترش گفته است ما هر کار ممکن به خاطر کمک به آسیب دیدگان را انجام خواهیم داد و اضافه کرده که خواستار مسئولیت و امنیت همه مردم می باشد. در یک اقدام جداگانه اداره ضد حوادث و سازمان صلیب سرخ ترکیه نیز 3000 خیمه و 10000 بستر خواب و کمبل به آسیب دیدگان عراقی فرستاده است. در این حال اردوی ترکیه یک تیاره مملو از کمک های بشردوستانه را نیز به شهر سلیمانیه عراق فرستاده است. ایران قبل از این نیز شاهد زلزله های مرگبار بوده است. در سال 2003 در نتیجه یک زلزله در شهر بم حداقل 26000 نفر کشته شد. بعدا در سال 2012 زلزله دیگر نقاط شرقی ولایت آذربایجان این کشور را تکان داد و جان بیش از 300 تن را گرفت. آقای لامی تشکر.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در واپسین مرحله سفر 12 روزه‌اش به ممالک آسیایی در فیلیپین با شماری از سران کشورها از جمله صدر اعظم استرالیا، صدر اعظم ژاپن و صدر اعظم هند ملاقات کرد. موضوع بحث رهبران استرالیا و ژاپن با رئیس جمهور آمریکا را تهدیدات روزافزون کره شمالی و رسیدگی به جاه‌طلبی‌های چین در آب‌های منطقه تشکیل می‌داد. در حالی که ملاقات دوستانه میان آقای ترامپ با صدر اعظم هند روی روابط روبر رشد میان واشنگتن و دهلی جدید متمرکز بود و طی آن رئیس جمهور ترامپ فعالیت‌های آقای مودی را ستود. رئیس جمهور ترامپ در آستانه ختم سفرش به 5 کشور آسیایی امروز با مالکوم ترنبل صدر اعظم استرالیا و شینزو آبه صدر اعظم ژاپن ملاقات سه جانبه داشت. در حالی که این ملاقات در ابتدا میان صدر اعظم استرالیا و رئیس جمهور ترامپ پلان شده بود، ولی اضافه نمودن صدر اعظم ژاپن به این ملاقات از اهمیت رشد روابط و همکاری سه جانبه میان سه کشور برای رسیدگی به نگرانی‌های امنیتی در منطقه نمایندگی می‌کند که شامل تهدید کوریای شمالی و رسیدگی با ادعاهای رو به افزایش چین در عرصه ملکیت بر آب‌های منطقه است. رهبر ژاپن اتحاد را با آقای ترامپ علیه کره شمالی به نمایش گذاشت و گفت کلید موفقیت ما حصول اطمینان از همکاری سه جانبه بسیار نزدیک برای آوردن صلح و ثبات به منطقه است. رئیس جمهور ترامپ میگوید او پس از ختم سفر 12 روزه‌اش با آسیا و بازگشت به واشنگتن اعلامیه اساسی را روی مسئله کره شمالی و تجارت خواهد داشت. آقای ترامپ امروز ملاقات دوستانه نیز با نریندرا مودی صدر اعظم هند داشت. ترامپ از رهبر هند در این نشست ستایش به عمل آورد و گفت صدر اعظم مودی را در اینجا داریم و در قصر سفید نیز او را ملاقات نمودیم. او مرد فوق‌العاده است که کار فوق‌العاده انجام می‌دهد و بسیاری از جناح‌ها را در هند به هم پیوند می‌دهد. بنابراین من می‌خواهم با شما تبریک بگویم که این افتخار را دارم که همراه شما هستم. آقای مودی اضافه کرد روابط میان ایالات متحده و هند نیز به سرعت در حال رشد است. آقای رئیس جمهور، من واقعا خوشحال هستم که این فرصت ملاقات دوباره با شما میسر شد. روابط هند و ایالات متحده با سرعت رو به افزایش است و عمیق‌تر و جامع‌تر می شود. من حس می کنم که این روابط بین هند و ایالات متحده صرف برای منافع متقابل ما نیست و خیلی عمیق‌تر و فراتر از آن است. ما با یکدیگر برای علایق و آینده آسیا و بشریت به طور کل در جهان کار می کنیم. آقای ترامپ امروز با رودریگو دوترته رئیس جمهور فیلیپین و میزبان اجلاس آسیان نیز ملاقات کرد و این ملاقات و روابط را با فیلیپین موفق خواند. سخنگوی قصر سفید در ختم جلسه میان ترامپ و دوترته گفت آنها در مورد داعش، حقوق بشر، مواد مخدر و تجارت غیرقانونی آن بحث و تبادل نظر کردند. لیلا محبیب عظیمی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا. ترکیه گزارش را که گویا آن کشور روی طرح گرفتاری یک روحانی ترک مستقر در ایالات متحده با مایکل فلین مشاور پیشین امنیت ملی رئیس جمهور ترامپ بحث کرده رد می کند. روزنامه وال استریت جورنال در یک مطلبی که به روز جمعه به نشر سپرد خبر داد که رابرت مولر رهبر رئیس هیئت حقیقت یاب در مسئله مداخله روسیه در انتخابات آمریکا روی ادعای تحقیق می کند که گویا برای اختطاف فتح الله گولن منتقد رجب طیب اردوغان پلانی در نظر بوده و آد در آن با مایکل فلین و پسرش 15 میلیون دلار وعده داده شده بود. سفارت ترکیه در واشنگتن شامی دیروز با نشر اعلامیه ای همچو ادعاها را رد کرد و آن را بی بنیاد و کذب مطلق خواند. با آن هم در اعلامیه آمده که انقره سعی می کند از طریق کار با اداره های امریکا فتح الله گولن را به ترکیه برگرداند. سعد الحریری صدر اعظم مصعفی لبنان امروز مردمش را اطمینان داد که او به زودی از عربستان سعودی به لبنان برخواهد گشت. آقای حریری که حدود 9 روز قبل در جریان سفر رسمی به ریاض به گونه غیر متوقع و ناگهانی استعفایش را اعلام کرد، در مصاحبه تازه‌ای که در ریاض با تلویزیون المستقبل مربوط حزب خودش انجام داده این ادعا را که گویا او از سوی مقامات عربستان سعودی به استعفا مجبور گردیده رد کرد و گفت که کاملا مبنی بر تصمیم خود استعفا داده است. حزب الله هفته قبل گفته بود که حریری تحت فشار عربستان سعودی استعفا داده است. سعد الحریری در مصاحبه تازه‌اش
از فعالیت‌های فرامرزی گروه حزب الله انتقاد کرد. من خواستم یک تکان مثبت ایجاد کنم، نه تکان منفی. خواستم لبنانی‌ها را به هدف اینکه درک کنند در چه یک وضع خطرناک قرار داریم یک تکان مثبت بدهم. زیرا ما نمی‌توانیم چون این ادامه دهیم. از یک سو بگوییم که ما لبنان را از منازعات منطقه‌ای دور می‌سازیم، اما در این زمان یک حزب لبنانی در یمن و سایر جاها فعالیت داشته باشد و روابط با رژیم سوریه را تقویت کند. من چنین نخواهم کرد. الحریری هنوز هم در عربستان بسر می‌برد و می‌گوید که بیم آن دارد که کشته شود. با این هم وعده برگشت به لبنان را داده است. میشل عون رئیس جمهور لبنان استعفای حریری را هنوز نپذیرفته است. ائتلاف نظامی تحت رهبری عربستان سعودی میگوید برای آن که به نیازمندان در یمن کمک‌های بشری رسیده بتواند، بعض میدان‌های هوایی و بنادر بحری یمن را خواهد گشود. این اقدام یک هفته پس از آن صورت می‌گیرد که ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی در واکنش به پرتاب یک میزایل از یمن به سمت ریاض تمام بنادر یمن را مسدود اعلان کرد و دلیل آورد که گویا در جلوگیری از انتقال تجهیزات نظامی ساخت ایران به حوثی‌های یمن در پروسه‌های تفتیش واردات به این بنادر نارسایی وجود دارد. در جنگ یمن تا حال حداقل 10,000 نفر کشته شده و میلیون‌ها تن دیگر در فاقگی قرار داشته و به کمک‌های عاجل بشری نیاز دارند. وزرای دفاع فرانسه، آلمان و 20 کشور دیگر عضو اتحادیه اروپا به منظور امضای یک پیمان مشترک دفاعی وارد بروکسل شدند. آنها امیدوارند که پس از تصمیم بریتانیا مبنی بر ترک اتحادیه اروپا، با امضای پیمان دفاع مشترک فصل تازه‌ای را برای یک پاچگی نظامی اروپا و تحکیم وحدت میان اعضای اتحادیه اروپا بگشایند. انتظار می‌رود که پس از امضای وزرای دفاع اتحادیه ناتو ماه آینده، البته ماه آینده میلادی، سران اتحادیه اروپا نیز آن را تایید کرده و به آن شکل قانون را بدهند. بریتانیا که از ایجاد یک سپاه مشترک اتحادیه اروپا بیم داشت، جلو آن را گرفته بود. اما حالا که با ترک اتحادیه اروپا اقدام برداشته، راه را برای این پلان هموار ساخت. اتحادیه اروپا حال سعی می‌ورزد که در امور دفاع نظامی وابستگی‌اش را به ایالات متحده کمتر ساخته و بیشتر متکی به خود گردد. تیم آشنای صدای آمریکا برای 35 سال روی یک هدف پوشیده است. تعهد به منشور صدای آمریکا. خبررسانی موثق از افغانستان و جهان، معرفی آمریکا و بحث‌های جامعه. با ده‌ها سال تجربه، رویدادهای جهان و آنچه را که برای شما مهم است، پوشش می‌دهد. آشنای شما هر روز از هر طریق. صدای آمریکا، موثق، معتبر و جامعه. مقامات ولایت جوزجان ادعا می کنند که شماری از اتباعی خارجی به شمول فرانسوی ها در ولسوالی درزاب جوزجان به افراد وابسته به داعش آموزش نظامی می دهند. محمد رضا غفوری سخنگوی والی جوزجان که این نکته را بر رسانه ها ابراز داشته، همین اکنون از طریق سکایپ مهمان ما هستند تا جزئیات بیشتری را در مورد این ادعایشان ارائه بکنند. آقای غفوری سلام بر شما، خوش آمدین. اول اگر واضح بسازین که هدفتان از اتباعی خارجی به خصوص فرانسوی ها کدام افراد است؟ نیروهای فرانسوی و یا خارجی و یا تندروان مسلمانی که تابعیت فرانسه یا دیگر کشورهای اروپایی را دارند؟ سلام بر شما و تمام شنوندگان با عزت افغانستان. همینطور که شما اشاره کردین، گروه داعش از دو سال به این سو در وسوری درزا با پشتپای ولایت جوزجان فعالیت خود آغاز کرده و از این زمان تا حال گروه های تندرو اسلامی چون اربای خارج از ازبکستان در بین از اینا بود و فعالیت حراسکانه انجام آموزش های نظامی میداد. ولی اخیرا گروه های چون اربای خارجی چون چچنی، پاکستانی، عرب و فرانسوی که با اساس معلومات هایی که ما از محل از مردم با ما مراجعت کردن گفتن اونا حضور دارن و اینا مسلمانان تندرو کشورها هستن به خاطر آموزش نظامی گروه های تروریستی چون داعش در جوزجان اینجا مسخر شده و این فعالیت چون از چند روز به طرف آغاز کرده. خب تعداد این اتباعی خارجی که در جوزجان فعالیت دارن به چند میرسه و آیا شما شواهد از فعالیت های این افراد را به مقامات عالی رتبه در کابل ارائه کردین یا خیر؟
بله، ما تقام با نگرانه هایی که ما داریم از بابت فعالیت گروه داعش در این محل با مقامات اداره مرکزی یا کابل شریک ساختیم و بنا آمده با ما این آمادگی را نشان دادند که تا عملیات گسترده را به خاطر پاکسازی و نابودی از دشمنان مردم افغانستان اینجا را اندازی بکنند و این چه وقت آغاز میشه مربوط میشه به اداره مرکزی. ما منتظر عملیات هستیم، افزون بر آن که ما اگر از جنایت هایی که گروه داعش در اینجا متقبل شده ما با شما افراد بکنم وی است که حدودا بیش از 58 با مکتب در اینجا گروه داعش بسطود کرده که حدودا 30,000 طفل از آموزش و پرورش باز مانده و تا به 25,000 طفل از واکسین پلیو در اینجا که عدم اینا نگذاشن که یک واکسین تطبیق شود. همچه جنایت هایی که از اینا انجام میتیم در این ساحت در این آخر. بله، عناصر وابسته به داعش در کدام ساحات جوزجان مشخصا فعالیت دارند؟ یک مسئله و دیگه ای که آیا راجع به سران گروه داعش در جوزجان معلومات دارین کیا هستند؟ گروه داعش مشخصا در ولسوالی درزا و قشتپه است که این دو ولسوالی حدودا بالاتر 100 کیلومتر فاصله داره از مرکز ولایت و در خریجات بیشتر این ورسوها اینا حضور دارن، ساعت بیشتر در نزد خود دارن و سران خالی حکمت میگه یک شخص و در از مردم محل همون محل است که رهبری میکنند داعش در این محل. بله، در بعضی از نقاط افغانستان مثلا در خصوصا در شرق افغانستان گروه طالبا با داعش در جنگ است و حتی تلفات یکی به دیگر وارد می آورد. در جوزجان این روابط از چه قرار است؟ آیا با هم در نبرد هستند یا نه؟ بله، در اینجا هم این قضیه تکرار می شود. گروه داعش و طالب با هم درگیر هستند و در واقع طالبایی که در دور سوالی موجود بود گروه داعش اونا را بیرون کردن و بار دیگر هم طالبا از ولایت‌های مختلفشون هرات، ننگرهار، خود تا فاریا و افراد خود جمعوری کرده بودند دوباره به خاطر گرفتن ساعت خود از نزد داعشی ها و دوباره هم اینا داعشی ها اونا را شکست داد، اینا فرار کردن از این ساعت و مشخصا فعلا دو رسوالی گروه داعش فعالیت میکنه و فعالیت از اینا در یک نقطه بسیار استراتژیک قرار داره. این دو رسوالی همزمان با سرکون هم وصل است، با به غیر از داعش. آقای غفوری، به غیر از داعش فعالیت طالبا در جوزجان چقدر گسترده است و چند ولسوالی در ولایت جوزجان از کنترل دولت خارج است؟ ما در جوزجان 11 واحد اداری به شمال مرکز ما داریم، یعنی 10 ولسوالی داریم. در 10 ولسوالی در ولسوالی های که پنجگانی آقچه ما میتیم که پنج ولسوالی را با هم یک نقطه وصل میشه. در این نقطه گروه طالبا از دو ماه به طرف اینجا رخنه کرده، در از خرجات حضور دارم. عملیات تحت عنوان نوید پنج آغاز شده و عملیات با جریان داره، ولی بعد کن پیش میره با هم عملیات جریان داره. هیچ ولسوالی ما تحت کنترل مخالفین مسلح دولت نیست، با هم خرجات بیشتر در نزدی از اینا هست، تهدیدات مستقیم در شارهای عمومی هست، حتی بالاتر از نزدیک به 5,000 خانواده در این هوای سرد اینا بیجا شدن بدون کدام سرپناه، در نقاط مختلف شهر شبرا زندگی میکنن. این همه مشکلات است که از بابت نامنی ها آقای غفوری در نبرد با این طالبا و گروه داعش کیها بیشتر روی روی میکنن با اونا؟ پلیس محلی، پلیس ملی، اردو و یا نیروهای خیزش مردمی؟ کدام یکشان بیشتر در تقابل با این مخالفین قرار داره؟ طبیعی که طالب و داعش مخالفین مسلح بیشتر تمرکزشان روی قراردادها و اطراف است که دولت به اونجا کمتر دسترسی داشته باشه. از این خاطر در اون محل طبیعی پلیس های محلی و خیزش های مردمی حضور می داشته باشد، در کنار نیروهای امنیتی چون اردو و پلیس و قطعات واکنش سریع و کمانده های ما تشکر سمفال دارن اینا اونجا حضور دارن در خواهد. تشکر، سپاسگزار هستیم از معلوماتی که ارائه داشتین آقای غفوری. سلام علیکم شما. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امروز در یک نشست علنی برای 9 ولایت به تعداد 1850 مرکز رای دهی تصویب کرد.
این کمیسیون دیروز نیز در نخستین جلسه علنیش 986 مرکز رایدهی را در 7 ولایت تصویب کرده بود که به این حساب تا حال برای 16 ولایت افغانستان جمعاً به تعداد 2836 مرکز رایدهی نهایی شده است. وسیم بادغیسی معاون کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که به دلیل جنگ و ناامنی ها تا کنون مراکز رایدهی در برخی از ولسوالی ها ارزیابی نشدند. ولایت مورد تصویب 9 ولایت است: اروزگان، بغلان، پروان، زابل، هلمند، فاریاب، کنرها، غور، بدخشان. مجموعاً 1850 مرکز مورد تصویب امروز جلسه کمیسیون مستقل انتخابات هست و دوباره تاکید میکنم که ولایت میدان وردک و قندهار هم به جلسه بعدی مورد بررسی قرار میگیرد. کمیسیون مستقل انتخابات در حال ارزیابی و تصویب مراکز رایدهی را آغاز کرده که قرار است انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولایتی افغانستان در 16 سرطان سال آینده برگزار شود. به نظر شما زمینه برگزاری انتخابات در افغانستان سال آینده چقدر مهیا گردیده؟ آیا انتخابات آینده شفاف خواهد بود؟ نظریات خود را می توانید همین اکنون در صفحه فیسبوک دری صدای آمریکا با ما شریک سازید و همکارم دقایق بعد در همین برنامه برخی از سبسره ها را مرور خواهند کرد. مسئولان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گویند که بیش از 1,200,000 طفل در این کشور مصروف کارهای شاقند. آنها میگویند که شمار زیادی از این کودکان در محیط‌های ناسالم مصروف کارهای طاقت فرسا بوده و از مسئولیت جسمی و روانی محروم میباشند. خلیل نورزایی گزارش میدهد. مصروفیت بیش از 1,200,000 کودک افغان به کارهای سخت و طاقت فرسا، آماری تکان دهنده که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را واداشته تا به منظور جلوگیری از افزایش این روند و آگاه ساختن حکومت این کشور تحقیق ملی را در سرتاسر این کشور آغاز کند. مسئولان این کمیسیون که به ولایت هرات سفر کرده اند وضعیت اطفال کارگر در کشور را بحرانی خوانده میگویند حکومت افغانستان در نظارت و جلوگیری از انجام کارهای شاق توسط کودکان ناکام بوده است. 1.2 میلیون طفلای ما کار شاق انجام میدن، در معدن کار میکنن، در کوره های خشبزی کار میکنن و در پلوی ازی اینا در محیط بسیار ناسالم اینا کار میکنن که نه مسئولیت جسمی دارن نه مسئولیت روانی دارن و بیشتر کارا هست که باعث معلولیتشان شده. در ولایت هرات نیز بیشتر از 10,000 اطفال کارگر زندگی میکنن. رئیس صاحبی این کمیسیون در ولایت هرات میگوید اطفال کارگر در هرات بیشتر در شرکت‌های تولیدی، تعمیرگاه‌های موتر و کوره‌های خشت‌پزی کار می‌کنند که در معرض خطرها و بیماری‌های جدی قرار دارند. زیاد اطفال شما می‌بینیم که در دکان‌ها کار می‌کنند و این مایه نگرانی است. این طفل نباید اونجا می‌بود، مگر اجبار او کشانده در محلات کاری که هم در ساعت از مزره و هم برای زندگی آینده از مزره. مسئولان ریاست کار امور اجتماعی، شهدا و معلولین در ولایت هرات نیز اعتراف می‌کنند که به دلیل نبود امکانات و عدم حمایت حکومت مرکزی، آنان نتوانستند کودکان کارگر را مورد حمایت قرار دهند. متاسفانه دولت ناکام بوده. ما تعهداتی که تا خود شخص رئیس جمهور در چند سال پیش آقای کرزی داده بوده به جامعه ملل متحد که ما تا سال 2016 کار شاغر بر علی اطفال افغانستان خاتمه می‌دهیم، متاسفانه ما تا به حال ندیدیم کدام طرح و برنامه خاصی از طرف دولت. بیشترین اطفالی که در افغانستان دست به انجام کارهای شاقه میزنند اطفالی هستند که در جریان چندین دهه جنگ و نابسامانی یا سرپرست خانواده خود را از دست داده و یا به دلیل مشکلات اقتصادی به جبر از سوی خانواده هایشان مجبور به کار در بیرون از خانه هستند. خلیل نورزایی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، هرات. و باز هم از هرات. هرات امروز میزبان سومین جشنواره ملی گل زعفران بود. مقام های محلی ولایت هرات می گویند حاضرند تا تجارب خود در قسمت کشت، برداشت و پروسس زعفران را با زارین سایر ولایات شریک سازند تا زعفران افغانستان به یک برند جهانی مبدل گردد. جشنواره گل زعفران به هدف معرفی ظرفیت زعفران افغانستان و یافتن راه های مناسب برای مقابله با آزمون های موجود فراراه کشت و تولید زعفران برگزار شده است. باز هم از خلیل نورزایی می شنید.
در این جشنواره ده ها شرکت تولید کننده و پروسس زعفران اشتراک کردند که نمونه هایی از گل زعفران تولیدیشان و نحوه پروسس این گیاه را به نمایش گذاشتند. مسئولان اداره زراعت ولایت هرات میگویند بر اساس تخمین آنها امسال در ولایت هرات بیش از 8 تن زعفران برداشت خواهد شد که افزایش 15% را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد. محصول زعفران ایراد به 6 تن رسیده بود و امسال توقع برداشت ما تنها از ایراد به 8 تن میرسه و خود سطح کشت هم پرسال ما 2540 هکتار سایه زمین تحت کشت داشتیم و امسال بالای 3500 هکتار رسیده که خود از یک نوید بزرگ میباشه و سال به سال در حالت توسعه میباشه. مقام های محلی هرات نیز از تلاش هایشان برای ساخت آزمایشگاه های مدرن و بسته‌بندی معیاری جهت رشد بیشتر این گیاه سخن میزنند. والی هرات میگوید حاضرند تا با برگزاری برنامه‌های آموزشی و انتقال تجاربشان به دهقانان سایر ولایت افغانستان به زعفران این کشور در جهان اعتبار بیشتر بدهند. دهاقین پیشرو و پیشتاز از ولایت مختلف دعوت میشن به هرات. بهترین راه ترویج و بهترین راهی که برای توسعه زعفران کمک شوه است که دهاقین بیاین و خودشان با دهاقین صحبت بکنن. از زبان دهقان بیاموزن و سر مزرعه دهقان استاد باشن و از زبان دهقان بشنوند که اونا چه قسم کیفیت زعفران خود بیشتر ساختن، بهتر ساختن، تولید چطور بیشتر ساختن. زعفرانکاران هراتی اما از نبود یک مرکز تحقیقاتی در ارتباط به گیاه زعفران سخن میزنند که باعث شده گهگاه صدها هکتار از زمینهای تحت کشت زعفرانشان از حاصل باز بماند. آنان از حکومت میخواهند تا با ایجاد نشان و لوگوی خاص برای زعفران تولیدیشان مانع از عرضه زعفران افغانستان با نام کشورهای همسایه در بازارهای جهانی شوند. مرکز تحقیقاتی برای زعفران به وجود بیاید. اگر وقتی مشکلی در زعفران افغانستان به وجود میاد تحقیق کنه، راه حل برای از پیدا کنه. مسئله بعدی بازاریابی هست که در داخل و خارج کشور ما باز هم هنوز هم نیاز داریم به بازاریابی بهتر تا بتونیم زعفران افغانستان رو در بازارهای جهانی معرفی بگیریم. زعفران افغانستان در خارج از کشور به نام شرکت به نام ایران البته به فروش میرسه. بعضی البته هرات بیشتر از 90% زعفران افغانستان را تولید میکند که قسمت هایی از آن به کشورهای استرالیا، چین، ایتالیا، آمریکا و امارات متحده عرب صادر میشود. خلیل نورزایی، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، هرات. و در این بخش برنامه میپردازیم به نظریات بیننده های ما در صفحه فیسبوک صدای آمریکا که برنامه را به طور زنده تماشا کردند. همکارم شیلا نوری را با خود در برنامه داریم که نظریات شما را مرور کرده. شیلا جان، دوستا چی گفتند؟ روجان سلام خدمت شما و خدمت بیننده ما که در فیسبوک و یوتیوب صدای آمریکا برنامه را به طور زنده تماشا میکنین. در پاسخ پرسش برنامه امروز ما یکی از بیننده ها به نام سجل شاه کاظمی چنین نظر داده که به نظر من زمینه انتخابات قطعا آماده نیست. آنها فقط وقت کشی میکنن و اگر انتخابات نشه به نفع غنی و تیم از او خواهد بود. بیننده دیگه ما به نام فریدون احمدی چنین نظر داده که دلیل دامن زدن نامنی ها به خاطر برهم زدن زمینه برگزار انتخابات است. توزیع تذکره های الکترونیکی نیست. دلیل دیگر ایست که رهبران افغان نمیخواهند انتخابات برگزار شود. در میان پست های صفحه فیسبوک ما ویدیو کوتاه از همکارم عزیزه پوپل از چند ماه پیش در هوای سرد زمستان در قندار در صفحات فیسبوک صدای آمریکا پربیننده بود و ده ها بار شریک شده و این ویدیو به حدود بیشتر از 137,000 رسیده. اگر شما این ویدیو رو ندیدین حتما ببینین. همچون ویدیوهای کوتاه را هم با ما میتونین که شریک بسازین. اما در میان سایر مباحث رسانه‌های اجتماعی عکس ها و ویدیوهای رئیس جمهور ترامپ در اجلاس آسیایی ایزیان با رهبرای کشورهای جهان که قول میده واکنش گسترده کاربرای صفحات اجتماعی را در بر داشت. در یک عکس جمهور ترامپ نشان میده که با مشکل تلاش میکنه که دست دو همتای آسیایی خود را بگیره. این بود مرور کوتاه بر برخی از موضوعات جالب رسانه‌های اجتماعی که برای دنبال کردن برنامه و گزارش های جالب تلویزیون آشنا میتونید که به یوتیوب صدای آمریکا رجوع کنین. youtube.com/voa-afghanistan دری با مدتی که باز هم بیننده برنامه ما در فیسبوک و یوتیوب صدای آمریکا باشید. بخش دری برنامه امروز ما در همین جا پایان یافت. همکارم احمد شکیب دوست در نیم ساعت بعدی تازه‌ترین ها را در بخش پشتو تقدیمتان میکند. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار. تیم آشنا صدای آمریکا هر روز را با یک مرام آغاز می کند. با دولو چارو که در امریکا غک در ارزشتون و غروالی
ارائه اخبار موثق، معتبر و جامع. چارواکو او کارپوهانو تا به ساره لسلسه لدی. هر روز از رادیو، تلویزیون و شبکه‌های اجتماعی. صدای امریکا، آشنای شما.